تعبیر شخصی یا مزوادس از واقعیت های روزانه بیشتر به می شکل می گرفت که باز مسئله شوکت و غلبه و بعدا بعیت از مردم گرفتن و متابعت به بعیت که در جریانش هم رقم ایره در سه در زندگی چهار صحابه خلفای راشدین بررسی میکنه که چگونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به قدرت رسید، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و انتقادی که بر او واقع بود، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و مشکلی که به او پیش آمد که منجر به جان باختن شد و بعدا علی و علی و ماویه و فرزندش امیر قمی ادامه میته. امیر خواستیم که از شما هم بپرسیم که اول شما به می خلا معتقد هستین و اگر است عمل صحابه چگونه امروز میتانه بس یک مبنا قرار بگیره در حال که فاقد یک اصول مشترک بوده برای چگونگیش و ما همی روش گروه های افراطی دینی مثل امروزی طالب چگونه میتانیم در اینمی چارچوب بررسی بکنیم و بفهمیم. درست. دو سه نکته به ارتباط عرض کنم. نکته اول خوبی است که حوزه ای که دین به اون پردازه، دین به معنای وحی یعنی منبع فرابشری و حوزه ای که عقل به اون پردازه، عقل متعارف انسانی به او دسترسی داره، یکی از پرسش اساسی است هم در میان متکلمین و فلاسفه و دانشمندان مسلمان و هم بیرون از او. خب ما همه میره میفهمیم که یک بخشی از مسائل زندگی انسانی است که بدون این که ما منتظر ای باشیم که از آسمان به ما کمک شود و همه عقلی که خدا برای ما داده میتونیم پیش ببریم. در طول هزاران سال هم همین کار کردیم، کشت مثلا زراعت پیش بردیم، تجارت پیش بردیم، خانه ساختیم و خیلی کارهای دیگری که همین تمدن انسانی که امروز میبینیم بخش زیادی محصول عقل ساده و متعارف انسانی است و نیروی متافیزیکی دخیل نبوده در این که انسان را کمک کنه که تو بیا مثلا خانه خود چه رقم جور کن یا جوی رودخانه را آبیار بی زمین ها را و غیره چه رقم تنظیم کن، تجربه چین رو ببینین، بین نهره این رو ببینین و دو نقاط دنیا. بنابراین در این یک اجماع وجود داره که عقل انسانی کارایی داره در حل مشکلات روزمره زندگی. آنچه که از او عاجز است موضوعات کلان است که به نام پرسش های بنبدین میگیم چرا به وجود آمدیم، هستی چرا هم شکل گرفته و امثال اینها که عقل یا فلسفه یا دانش انسانی میکوشه پاسخهای بده اما پاسخ نهایی را نداشته و مخاطب تا همین لحظه هم انسان هنوز در پی یافتن این پرسش ها هستن و بگو مگو دارن. ادیان به مدل خود به این میپردازن و سرچشمه معرفتی دیگر به مدل خود. حال آیا با عقل متعارف انسانی میشه حکومت ساخت؟ میشه پدیده قدرت را اول ایجاد کرد، ساختار قدرت، دوم ایره سر و سامان بخشید، ایره مدیریت کرد، ایره توزیع کرد، ایره محدود کرد، ایره کنترل کرد یا نه؟ و یا اینکه عقل عاجز است و در اینجا باید دخالت وحی صورت بگیره تا به انسان ها یاد بده که شما چگونه مثلا حاکم خود انتخاب کنین یا وزیر داشته باشین یا پارلمان داشته باشین یا فلان. این پرسش است. آیا عقل میتونه یا چون نمیتونه، یعنی سرشت همه قضیه از نو است که مثل مسائل غیبی و متافیزیکی باری که ناگزیر است منتظر یک رویداد فراتاریخی، یک رویداد فراتبیعی باشه و وحی نازل شود و بعد از اون با کمک وحی این بنبست شکسته شود. خب واقعیت تاریخی نشان میده که پیش از پیامبر اسلام علیه السلام، پیش از حضرت عیسی و موسی علیه السلام و بقیه در تاریخ بشر امپراتوری ها شکل گرفته، دولت ها به وجود آمده، نظام قدرت شکل گرفته در تمدن سومری، در تمدن مصر باستان و جاهای دیگر در روی زمین. بنابراین پاسخ این کم و بیش واضح است، یعنی از جمله مسائلی نیست که ما نیاز به تحقیقات نو داشته باشیم تا بخواهیم این را پیدا کنیم. اگر عقل توانایی ساختن دولت و اینها را داره و میتونه کم و بیش ایره به روش آزمون و خطا عیبهای ایره شناسایی کنه، بنابراین به ذات این موضوع از قلمرو و امور دینی خارج است. بالعرض میتونه ارتباط داشته باشه، مثل که در باره زراعت و احکام مزاربت و اینها ما داریم چیزهایی که شریعت مون پرداخته در رابطه با قرض داری و قرض گرفتن در باره تجارت اینها، ولی معمولا
اینها موضوعات ناظر به بود اخلاقی قضیه است. یعنی دین پدید آورنده زراعت نیست، وحی برای این نیامده که به انسان‌ها تجارت و زراعت یاد بده. انسان‌ها به شکل طبیعی زراعت و تجارت یاد گرفتن، اما وحی و دین دخالت کرده که ارزش‌های اخلاقی را تذکر بده و انسان‌ها در تجارت خود مرتکب اعمال غیر اخلاقی نشوند. این قضیه شامل حکومت و سیاست و بس قدرت هم میشه. از این لحاظ اگر در نظر بگیریم، این چیزیست که من هم نوشتم و هم تا همین لحظه به او باور دارم و جدای از جلسه امروز ما و شما در فرصت دیگر هم لازم باشه آماده هستیم در این باره بحث کنیم به شکل مفصل تر، که اساسا حوزه قدرت و سیاست مربوط به دین نیست، مثل که زراعت نیست، مثل که صنعت نیست، مثل که تجارت نیست، مثل که ساختمان سازی و معماری نیست. اما بالعرض بله، هر موضوعی که در هر یک از این عرصه ها، چه در عرصه زراعت، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه صنعت، بعد اخلاقی پیدا کنه، دین توصیه های اخلاقی خود و ارزش ها و معیارهای اخلاقی خود داره. بنابراین رابطه دین با سیاست و قدرت رابطه بذات نیست، رابطه بالعرض است. این چیزی است که اتفاقا در قرآن مجید هم میتونیم ببینیم. مرحوم مهدی بازرگان در سالهای آخر عمر خود یک کتاب نوشت زیر عنوان خدا و آخرت، یا آخرت و خدا، دو هدف از بعثت انبیا. در اون کتاب کل تزی که توضیح میده همیست که شما قرآن مجید از آغاز باز کنیم تا انتها برمید، چیزی که فرکانسی بسیار بالا داره، بسامد که تکرار می شود در هر صفحه که همون بیش، شما همین دو چیزه می خدا رو می بینید و آخرت رو می بینید. اما چیزی که کمتر در او حضور داره بحث ساختن دولت و قدرت و خلیفه و پادشاه و ملک، اینها اگر می آید در یک کانتکست اخلاقی و کانتکست دیگر می آید که این معنی نیست که برای ما دولت داری رو یاد بده. دولت انسان ها داشتن در همون زمان، در ایران هم بود، در چین هم بود، در هند هم بود، در روم هم بود و عرب هم به یک مدل خاص خود ساختار قدرت اعتقاد داشتن. اگر قرآن به این مسائل پرداخته، بالعرض پرداخته، مثلا بود عدالت و ظلم مطرح کرده، مثلا ملع و مستکبرین مطرح کرده، مثلا مستضعفین و فقرا و مساکین و ظلم که در حق اینها میشه و در حق بردگان و فک رقبه و اطعام و مساکین، همین چیزاییست که در قرآن در این کانتکست ها مطرح میشه. یعنی به ذات قرآن تئوری مشخصی برای قدرت نداره. این یک بس بسیار مهم است که باید پرداخته. در اصلا قرآن نخواسته همین متکفل قضیه شود، چرا که این کار میکرد تعطیل عقل آدمی را در عرصه های متعارف زندگی در پی داشت. در واقع قرآن به رسمیت شناخته توانایی عقل انسانی را در سر و سامان دادن به امور جهانی زندگی. اگر نال از این طور یک نقطه عظیمت وارد بحث شویم، میبینیم تا روزی که پیامبر اسلام علیه السلام حیات داره، ساختار دولتی رسمی را در دستور کار خود قرار نداد، بلکه به روش متعارفی که در جامعه عرب رایج بوده، چهار تا موسفید کلانای قبائل و امثال این کار بخواه و یک نظمی که پذیرفته شده بود به اساس عرف همون جامعه کارها رو به پیش می برد. یک روز یکی را قومندان تعیین کرد، فرمانده یک جا، یک کس به جای دیگه، یک کس را ولی تعیین کرده یا پس کرده، جای کس دیگه را بازش فرستاده. سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده است، سعد ابن عزیر است، مثلا حضرت ابوبکر و عمر است و یک تعداد دیگه ای که اینها موسفیدهای آدمهای متنفذ و وجههای قوم بودند به اصطلاح، هم رو اینو مشوره خود کرده و همین قبل از او هم رایی بوده. شما قبل از او در زمان عبدالمطلب و در زمان ولید ابن مغیره و کلانه قریش هم به اینا سقیفه ای داشتن، غیر سقیفه ای به مساعده در اونجا در چیز که جمع شدن در مکه و با هم گفتگوهایی میکردن، در مشکلات اجتماعی خود راه حل پیدا میکردن. یعنی پیامبر اسلام علیه السلام ایجاد کننده یک سبک خاص حکومتی نبوده، اما بله ارزش های اخلاقی مثل عدالت و مثل یک تبعیض میان عرب و عجم و سفید و سیاه نباشه و بس های دیگه ای که اینها به هر حال ارزش های اخلاقی است، اینها را جزء از رسالت خود دانسته و تاکید کرده، اما دولت یا مدل خاص دولت داری را ایجاد نکرده. و مهمترین قسمت بحث هم است که روزی که از دنیا میرفته و مریض بوده و انتظار هم داشته و پیشبینی میکرده خودش و اطرافیانش که دیگه روزهای آخر حیات آن حضرت است، در مورد جانشینی خود و مکانیزم ای که مردم چگونه کسر امیر سازند و جانشین کنند و صلاحیت ها تقسیم شده بین انصار و مهاجرین و بین اهل بیت و بین هاشم و قریشی ها و اموی و اینان، اصلا وارد بحث ها نشده، در حالی که بحث
در همون کانتکست مهم بود. ولی پیامبر گویا رسالت خود در او بود دینی قضیه میدانست، او را ادا کرده بود و احساس میکرد که به پایان راه رسیده. این قسمت مسئولیت از ایناست که یاد بگیرن درست عمل میکنن یا اشتباه عمل میکنن، در آخر بعد از عهده حل مشکلات خود برایند. این چیزیست که کم و بیش نمیشه گفت اجماع، ولی اکثر روایات مشهور نمیرم رساله کرد تا روزی که پیامبر اسلام رفته که برای نحوه حکومت داری تصمیم مشخص نگرفته. وقتی که میرسیم به عمل کرد صحابه، از حضرت ابوبکر شروع کنیم تا آخرین صحابی که در دنیا بوده، حداقل در میان اهل سنت بر این اجماع است که صحابه معصوم نیستند، و چون معصوم نیستند عمل اونها به عنوان اجتهاد بشری مطرح است، هیچ گونه تقدسی ندارند نه در نظر نه در عمل. به عنوان رهنما، به عنوان یک رهنمود میشه از تجربه بزرگان استفاده کرد، مثل از هر عالم، هر مجتهد، هر فیلسوف ما استناد میکنه به عمل کرده اسکندر، به عمل کرده بزرگ مهر حکیم، به عمل کرده فلان شخصیت فرزانه تاریخی. اونها هم میتونن در همین کاتگوری قرار بگیرن، مثل که شما به سخن سقراط یا به سخن به عمل کرده تجربه انوشیروان عادل یا به هر کسی دیگر استناد کنیم، که عملا هم شده در کتاب سیاست نامه در جای مختلف میبینین که مثال میارن انوشیروان به این شکل عمل میکرد، یا که قباد چنین گفت، یا جمشید فلان کرد، یا فلان پادشاه دیگر در فلان جای دیگر. خب تجربه صحابه هم طبعا همون اهمیت برای ما داره، بنوان یک تجربه انسانی که جایی که مفید است نتایج خوب داشته از اونها استفاده کنیم. در جایی هم که اشتباه کردن کستی های در کارشان بوده، اونا نکت خامی یا کستی انسانی اونا رو کنار بگذاریم و تقدس قائل نباشیم. حداقل در تئوری همین رقم چیزیست در میان اهل سنت. حالا در عمل درست است، در رقابتی که با اهل تشیع داشتن هر رقم که بوده که اون طرف ائمه و اهل بیت داره یک جایگاه عصمت یا قداست شدن، از این طرف اینا کوشش کردن که صحابه بر اذن یک حالی از تقدس ایجاد کنن که بله عمل کرد خلفای راشدین مقابل بس نیست و زیر سوال بردن نباید بشه و الگو هستن. و من فکر میکنم سخن جابیری کم یا تا حدود تن دادن به همین منطق است که خب چون ما در تئوری در آیات و احادیث معتبر چیزی نداریم در باره قدرت، پس باید به عملکرد صحابه مراجعه کنیم. حالا که به لحاظ نظری بحثی است که عملکرد صحابه تقدس نداره، برمان یک تجربه انسانی قابل مطالعه است. آنجا که با هم جنگیدند، آدم کشتن، بین خود بیکار را کردند و دعواها و رقابتها و خیلی مسائل انسانی را داشتند، ما من یک درس میتونیم بیاموزیم اشتباه تکرار نشه. جایم کارهای خوب کردن، بله از حضرت عمر در زندگی خود دیگه امور اخلاقی رو مراد کرد، از حضرت علی کار کرد، از حضرت عثمان کار کرد، کارهای مثبت هم زیاد کردن. خب کارهای مثبتشان برای ما بود آموزنده و اخلاقی داد. نکته ای که نمیخوام بس ببخشم طولانی هم میشه و صحبت خود جمع کنم، نکته ای که باز مهم است در باره خانش حوادث صدر اسلام یست که آنچه که ما درباره خلفای راشدین، درباره ائمه اهل بیت، درباره دوران اموی ها، حداقل درباره 100 سال اول تاریخ اسلام بحث میکنیم، یک مجموعه از روایات ظنی است. به لحاظ اصولی اگر بحث کنیم، روایات ظنی و ثبوت است، یعنی روایات مستند و معتبر نیست که اویدنس و شاهد و مدرک برای از وجود داشته باشه. 100-200 سال بعد اینها در کتاب ها و نگارش در آمده که در سقیفه بنی ساعده چنین اتفاقاتی افتاد، ما واقعا نمیفهمیم که اتفاق افتاده یا نیفتاده. در زمان مثلا انتخاب حضرت ابوبکر چی شده، در همین چهار خلیفه هر کدام عوارض که پیش آمده، روایت هایی هست که روایت ها شهرت یافته، به اصطلاح تبدیل شده به روایت رسمی و مسلط. رسمی شدن یک روایت و مسلط شدن یک روایت توسط یک دستگاه قدرتی که 300 سال بعد امپراتوری ساخته و در خدمت خود یک مجموعه عظیمی از فقها و حکما و فلاسفه و ادبا و امامان داشته، این قابل درک است. اما اعتبار ذاتی به یک روایت نمیبخشد. این معنی نیست که آنچه که به شکل روایت رسمی طبری به ما روایت کرده یا ابن اسحاق ابن هشام روایت کرده، اینها به عنوان واقعیت ها و مسلمات تاریخ است. روایت های شاذ یا روایت های غیر رسمی به دلایل سیاسی یا به دلایل دیگر به حاشیه رفته، سرکوب شده، خاموش شده و ما امروز نیاز به بازخوانی مجدد او گذشته تاریخی داریم، خصوصا دو قرن نخست که در برلین ها ما حداقل اسناد داریم در تاریخ خود، کمترین مدارک داریم و بعد از او بیشتر آنچه که به دست رس ماست از قرن سی شروع میشه و کتاب های تاریخی که نوشته میشه و کتاب های سیرت که نوشته میشه و دیگه چیزا. بنابراین در رابطه با صدر اسلام وقتی که ما قضاوت میکنیم، یک که او بود تئوریک قضیه است که چقدر اگر حتی مسلم می بود عمل کرده انسان های غیر معصوم چقدر برای ما الزام آور است.
و دوم است که همو چیزی که ما در باره میخوام بفهمیم اساسا ثبوت این هنوز برای ما قطعی نیست و ما با یک مجموعه ای از ذهنیات سر و کار داریم. ممنونتان جناب خنجانی صاحب، در پاسخ باید عرض کرد که نقطه هم که جناب عبدالجابری اشاره میکنه بحث اختلاف و یک اختلاف ها چگونه گسترده شد و از حوزه نظام آگاهی و نظام های الهیاتی تقلیل پیدا کرد و مباحثی در حیطه شریعت یا در قلمرو شریعت. در اینجا نکته که من میخواستم عرض کنم است که از لحظه که اختلاف های کلامی یا نظریه های کلامی یا نظام آگاهی یا نظام های الهیاتی مشخصی تبدیل شدن به یک ایدئولوژی دولتی، یعنی دولت تعقیب یکی از این نظام های از این مکتب های کلامی قرار گرفت و سعی کرد تا این مکتب کلامی را بر دیگرایی که از جنس دیگه و از نوع دیگه فکر میکردن و میاندیشیدن تحمیل بکنه، در واقع این لحظه بود که ما دچار یک نوع بست، یک نوع انقباض فرهنگی شدیم. مثلا تا زمانی که دولت ها در قبال این تنوع و این تکثر تا حدی بی‌طرفی اختیار میکردن، فضا بسیار نرمال بود، فضا برای گفتگو، برای گفتمان، برای دیالوگ میان نیله های مختلف کلامی و قرائت های مختلف از دین فراهم بود. اما درست در لحظه که مثلا نظام آگاهی معتزله تبدیل میشه به ایدئولوژی دولتی و بعد فضا، چون دولت به دنبال یک نوع تامین مصالح و میل به توسعه قدرت خود داره، بعد وقتی نقد متوجه معتزله میشه ای به معنای یک نوع به چالش کشیدن سلطه سیاسی دولت است. از این جهت بود که دولت در برابر این نقد ها و در برابر این نوع اعتراض ها و حتی در برابر یک تعداد نقد هایی که بعضا ماهیت فرهنگی داشت و ماهیت سیاسی، مقاومت نشان میداد و از یک ایدئولوژی خاص حمایت میکرد و این به صورت طبیعی فضا را، یعنی اختلاف ها را تبدیل میکرد به اختلاف های بسیار تشدید یافته و از حد یک بحث فرهنگی صرف این متحول میکرد به یک بحثی که با حیثیت سیاسی و با عوال سیاسی در آمیخته. یکی از نقطه های عطف در تاریخ اسلام است که بعدها پس از معتزله این کار را و چنین چیزی وقتی حنابله هم به قدرت رسیدن و گروه های سلفی به قدرت رسیدن به یک نوع واکنش دست دادن و شما میفهمید که حتی معتزله بودن جرم بود و به اساس روایت های تاریخی اعلام میشد که هر کس که معتزلی است خونش مباح است. می در لحظه از تاریخ اتفاق افتاد که اختلاف ها از حد یک اختلاف، یک بحث صرف فرهنگی فراتر رفتن و تبدیل شدن به یک قضیه با ماهیت و با ابعاد سیاسی. نکته دوم در این باب است که در قرن پنجم وقتی که ترک ها به قدرت می رسن، اینا یک گروه از نظر فرهنگی عقب مانده هستند و بنابراین فرهنگ کارگزاران سیاسی موجب میشه که فضای فرهنگی به سمت انقباض حرکت بکنه و آرام آرام اینا از یک دستگاه خاص فکری حمایت بکنه و بعد نظریه های مخالف و نظریه های رقیب دستانه حذف بکنن. البته یکی از عوامل و قدرت رسیدن ترک ها در قرن پنجم البته تعلق میگیره، اما شرایط تاریخی و اوضاع تاریخی هم بگونه رقم میخوره که حالا باید انسجام اجتماعی بیشتر حفظ شود و دولت سعی میکنه تا این انسجام را از طریق تحمیل یک نظام الهیاتی خاص تأمین بکنه. بنابراین شما اعتقاد نامه قادری را دارید مثلا، بعد میبینید که تفکر اشعری به عنوان تفکر مسلط تبلیغ میشه و دولت رو مورد حمایت قرار میده و ایده انسداد اجتهاد هم در این دوره به عنوان یک مصلحت اجتماعی مطرح میشه. وقتی انسداد مسدود میشه، معنیش است که وقتی ما با مسائل جدید و با نوازل با قضایای تازه مواجه میشیم، به این قضایا باید مبتنی و متکی به اقوال فقیهان گذشته یا آنچه که از او به عنوان متقدمین یاد میشه باید پاسخ بدیم. به صورت طبیعی همی میکنیزم به یک نوع اصالت گذشته می انجامید و در واقع به یک نوع عقب ماندگی فقه می انجامید از پاسخگویی به پرسش های تازه. نکته سوم هم است که وقتی مذاهب و
و نیلهای اندیشه های کلامی بود سیاسی پیدا میکنن از اونجایی که قدرت سیاسی متمایل به سلطه است، متمایل است تا هیته اقتدار و حاکمیت خودش را توسعه بده. بنابراین به صورت طبیعی در واقع دیدگاه های ایدئولوژی های نظریه ها با عنوان ابزاری در خدمت توسعه اقتدار دولتی قرار می گرفتن و دولت ها هم به حد کمال از ایدئولوژی با عنوان ابزار استفاده کردن، چنان که دوستان ما هم به این نکته اشاره کردن. متوجه میشیم که در واقع اصول دین اون جایی که اون چیزی که به عنوان اصل دین شناخته میشه که شما این اصل را میتونید بر ایمان بگذارید، در مورد ایمان مناقشات فراوان است. لااقل نگرش سلفی به گونه است که ایمان را مرادف عمل میدانه، عمل را به عنوان رکن اساسی و رکین ایمان تعریف میکنه. اما دیدگاه مرجع و دیدگاه امام ابو حنیفه و دیدگاه یک جمع زیادی از متفکران که گاهی عبدالجابری از اونها به عنوان روشنفکران جهان عرب یاد میکنه، تاریخ عرب یاد میکنه، این است که در واقع ایمان اصولا یک تصدیق قلبی است و اقرار به زبان یک شرطی است برای تصدیق، اما عمل به احکام جز ماهیت یعنی رکن رکین ایمان نیست، به نحوی که اگر عمل منتفی شد ایمان هم منتفی شد. بنابراین اصول دین، یعنی دین در بود اصولی خودش اجبار ناپذیر است، یعنی شما نمیتونید در واقع قلب کسی را بشکافید و بعد ایمان قلبیش را سد بکنید. این امکان اجبار و تحمیل در اینجا وجود نداره، اما در حوزه احکام، در حوزه فقه و در حوزه احکام عملی متوجه میشیم که اینا ظرفیت کافی دارن برای تحمیل و ظرفیت کافی دارن برای این که دولت ها از اینا به عنوان ابزار برای توسعه اقتدارشون استفاده کنن. و نکته دیگه هم که عرض میکردم این بود که غیابت مطالعات کلامی، یعنی ما کلام به عنوان یک زشت پیشفرض ها و پیش حکم های استنباط های فقهی عمل میکنه. مثلا نگرش کلامی ما تعیین میکنه که ما در مورد احکام چگونه برخورد کنیم. مثلا شما اگر از نظر کلامی عقل را به عنوان یک منبع مستقل معرفت بشناسید، بعد مواجهه عقلانی با سنت دینی به صورت طبیعی از جمله لوازمش است و به صورت طبیعی میتونه پذیرفته باشه. اما اگر شما عقل را از نظر کلامی به عنوان یک منبع مستقل نشناسید، طبیعی است که شما باید به احکام توجه کنید، به شریعت توجه کنید و هر نوع فهم عقلانی از شریعت را نوع انحراف بدانید. یک رویکرد به شدت محافظه‌کار سلفی که در یک مقاطعی از تاریخ اسلام شکل گرفت و متاسفانه تداوم طولانی هم داشت، به نحوی در برابر این فهم های عقلانی استاد و تکفیر یک جمع زیادی از متفکران مسلمان از جمله فارابی و ابن سینا از بستر چنین اندیشه برمیخواست. نکته که میخواستم تمام بکنم این بود که در واقع فقه با توجه به کارکردی که داشت، هم از نظری که جامعه فکر میکرد که دین یعنی مجموعی از دساتیری که باید تطبیق شود و به او عمل شود و خودش نیازمند به افتا یعنی پرسش های در این باب میدید، و هم از جهتی که نهاد قدرت میتونست از این به عنوان یک ابزاری برای توسعه اقتدار خود استفاده کنه، فقه بیش از پیمانه و بیش از حد و بیش از آن چه لازم بود توسعه پیدا کرد و اصول دین که در واقع لب دین و اصلی دین تشکیل میداد و فراموشی سپرده شد. بعد باز میبینیم که جریاناتی که به دنبال یک نوع احیا بودن، به دنبال یک نوع بازنگری بودن، اینا سعی کردن تا باب مصالح را باز بکنن، باب اجتهاد را باز بکنن و بحث اختیار را به عنوان یک بحث اصلی مطرح کنن. تلاش هایی که از زمان سید جمال به این طرف صورت میگیره که عابدالجابری در تداوم این تلاش ها قرار میگیره، متوجه میشیم که تلاش است در جهت باز کردن باب اجتهاد، توسعه باب اجتهاد و همچنان تحول به مباحث از مباحث صرفا شریعت محور به مباحث الهیات محور و معرفت محور، و نفس این کار برای این صورت میگیره که ما بتانیم این بنبست ها را عبور بکنیم. اینا به نظر من عواملی بودن که موجب شدن که فروعات دینی مورد تاکید قرار بگیره و بعد یک رشته از مبانی که فروعات از او برخواستن مورد تعامل قرار نگیره. من فقط یک مثال میتونم و تمام میکنم.
از نظر کلامی اگر شما معتقد باشید که انسان یک موجود مختار است و مسئولیت به انسان بر اساس همین اصل اختیار تعیین میشه، بنابراین شما نمیتونید احکام دینی را به جای او احکامی را که ماهیت اجتماعی ندارند که در اینجا مباحث زیادی میشه مطرح کرد، اینا را بالای افراد تحمیل کنید. مثلا ما بحث اکراه را در فقه داریم، اگر کسی تحت اکراه آدم دیگه را مولد از ضرب و شتم قرار بده، فرد مکره یعنی فردی که تحت اکراهی عمل را انجام داده عملش لغو است، فردی که اکراه را باعث شده باید مؤاخذه شد. حالا اگر شما سر یک کسی به اجبار ریش میگذارید فی المثل، سوال اساسی است که آیا عمل ریش گذاشتن به عنوان یک حکم فقهی وقتی تحت اجبار صورت بگیره اهمیت دینی داره یا نداره؟ باور من است که اصلا در فقدان اختیار یا اعمال و احکام دینی احکام فقهی اصلا معنا ندارن و هیچ ارزشی ندارن. بنابراین من از این نکته میخواستم بگم که در واقع کلام و مباحث کلامی و مباحثی که در او حوزه مطرح میشد رفت به فراموشی سپرده شد. البته میتونه عوامل بسیار بسیار زیاد داشته باشه و در ضمن این فروعات آمدن به جای مسئله های اصلی تکیه زدن و بنابراین ما به شبه مسئله های دینی معجزیم و این نیاز داره برای که ما این شبه مسئله ها را از مسئله های اصلی تشخیص بدیم. با سلام مجدد، بسیار مختصر، انتخاب در روش زمامداری اسلامی از زمان پیامبر اسلام اصل بوده، رأی مردم، و به می لحاظ با وجودی که پیامبر اسلام متلقی وحی بود، مخاطب وحی بود، وقتی که به مدینه رفت، حتی همی رفتنش به مدینه و تأسیس دولت در مدینه بر مبنای بیعت رضوان شد که در اونجا نماینده های جامعه مدینه آمدن و این دعوت کردن به مدینه برای تونیش که رفته باشه مدینه را فتح کرده باشه با شمشیر. این نقطه اول، یعنی به انتخاب مردم با وجود یک پیامبر، این نقطه اول. نقطه دومی که پیامبر وقتی به مدینه رفت، نام مدینه یثرب بود که از ملامتی گرفته شده، پیامبر نام مدینه را به مدینه تبدیل کرد. مدینه یعنی سیتی استیت که یک مفهوم کاملا سیاسی داره که در تاریخ فکر سیاسی معروف است. مسئله سوم است که انسان امو ارزشمندترین موقعیتی که خدا به انسان ارزانی دار کرده اراده است، و اراده انسان نقش اراده مردم و شهروندان نقش بسیار اساسی در یک جامعه اسلامی باید داشته باشه که ما نصوص فراوانی در این رابطه داریم که حتی امامی که امامت میکنه باید مردم طرفدارش باشه، نصوص در ارتباط است. مسئله چهارمی است که انواع همی در زمان خلفای راشدین مثلا تمامی از یا بر مبنای یک نوع انتخابات یا چی شدن انتخاب شدن، انتخابات اول فرق داشت با دوم، دوم فرق داشت با سیام، سیام فرق داشت با چهارم، به همین شکل. در اینجا دو مسئله است، یکی ثوابت است یکی متغیرات. مسئله ثوابتی است که به انتخاب صورت گرفته، متغیراتی شد که انتخاباتشون فرق داشت. و مشکل کلانی که ما داریم فعلا خصوصا در بین برخی روشنفکرهای ما ایست که ما تمام قضایای تاریخ از این طرف تونل تاریخ سیر میکنیم، فکر میکنیم که باید جامعه پیامبر اسلام باید صندوق انتخابات میباشه، باشه در میبود در اونجا کمیسیون انتخابات میبود مثلا امثال از این. مسئله دیگه ایست که خلافت دو چیز دارن، همین زمامداری در نظام سیاسی اسلام، یکی ثوابت شد یکی متغیرات شد. مسئله ثوابتی که یک نیاز است، یک ضرورت است، یک ضرورت جامعه بشری است، و متغیراتی شد که همین اشکال از این متفاوت است. بشک در آغاز مثلا خلافت به یک شکلی بود که با اون جامعه قبیلوی زمان پیامبر اسلام همخوانی داشتند، یک مثلا. سپس خلافت به امپراتوری تبدیل شد مطابق فرهنگ سیاسی اون زمان. مثلا امپراتوری اموی میگن، امپراتوری
عباسی، امپراتوری عثمانی، کلش امپراتوری و عین خلافت استفاده میشه. این مسئله دو، یعنی از فرهنگ جهانی رنگ گرفت. مسئله سه ایست که امروز هم همی تیسه دکترای ما در رابطه با همی ایست که آیا امکان داره، آیا جایز است که خلافت به شکل یک سازمان بین المللی باشه مثل اتحادیه اروپا؟ این یک مسئله است که در این رابطه هم علامه اقبال و دانشمندان کلانی در این رابطه ایش کردن سخن گفتن. همی پدر قانون اساسی جهان عرب و قانون به نام عبدالرزاق سنگوری است. این 100 سال پیش میگفت که نوشته کرده بود که این جامعه مثل کودک است و قانون مثل لباسش است. وقتی که کودک بزرگ میشه لباسش باید که فراختر شود، ما لباس فراختری در وجودش کنیم، اگر این کار نکنیم یا لباس باره میشه یا کودک از گشت و نو میمانند. و این لحاظ بود طرفدار تجدید بود و تجدید از او به حدی بود که میگفت که حتی در جامعه اسلامی هیچ فرقی بین یک آقای احمدی تشویشی که داشتن از مسائل امی ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی، مثلا امی مجدد فکر سیاسی علامه سنوری که پدر قانون در جهان عرب میگنش و بعد انگلیسی ها او را چی گفتنش امام پنجم فقه اسلامی، و معتقد به ایش که در این عصر ما باید در جامعه و در دولت های خود باید هیچ تفاوتی در بین یک مسلمان و مسیحی نباشه در مسائل شهروندی، و استدلال های خود داره. مسئله خلافت، یعنی مفهوم خلافت که شما فرمودین خنجانی سیب که ما خلیفه خدا در زمین هستیم، این یک مفهوم است که یک غلط مشهور است. بخاطر این که خلافت در قرآن که آمده از معنی خلف گرفته شده، یک کسی پشتر یک کسی می آید، جاعلون فی الارض خلیفه قرآن میگه. خلیفه در اینجا به این معنایی که پیش از انسانها امکان داره انسانهای دیگری وجود داشته باشه پس از او آمدن، که کسایی که به مسئله نشو و ارتقا و گپا در ذریعات امثال ازی یا ایولوشن و گپا استدلال میکنن به مو اشاره میکنن دیگه. اما مسئله خلافت، لفظ خلافت نامده در قرآن. اگر و دیگه مسائل امر در جامعه اسلامی که به معنای مثلا حکم میاد و یا همچنان حکم یا بسیقی جمع میاد در قرآن، و این معنی که این جامعه کلش مسئولیت داره در برابر زمامدار در برابر جامعه مسئولیت داره.